Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, al-Hasan wal Husayn sayyida shabab ahli al-Jannah. Sadaq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bininda va shnaminde vije barnomeye Ashora az shabakeye jahaniye radio televizion Khurshid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'd az zohr shoma be khair. Umidvar hastam khosh bashin va khushi ha az an shoma. Dar yeki az روزهای ویژه با تقدیم ویژه برنامه در خدمت شما قرار داریم. روز عاشورا. روزی که حوادث بس بزرگی در این روز رخ داده و با وقوع پیوسته. روزی که زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم هجرت میکنه از مکه معظمه به مدینه منوره، پاسداشت از این روز آغاز میشه. و این هم به گونه‌ای که زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره میره هجرت میکنه و بعدش خبر میشه که یهود مدینه از این روز پاسداشت میکنن و این روز روزه میگیرن و علت روزه گرفتنشان هم همین میباشه که در این روز حضرت موسی علیه السلام از شر فرعون نجات پیدا میکنه. بعدش حادثه شهادت ابا عبدالله الحسین هم در این روز به وقوع پیونده و نواده گرامی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در این روز به شهادت میرسه. خب دوست عزیز، ما امروز با تقدیم ویژه برنامه در خدمت شما هستیم از ساعت 3 تا ساعت 5 به گونه زنده و جا داره که از تمام همکارانم تشکری کنم و باید بدانید دوستا که ویژه برنامه عاشورا هم از تلویزیون خورشید و هم از رادیو خورشید روی موج 98.6 خورشید FM همزمان به گونه زنده نشر میشه. تمنا میبرم تا ساعت 5 با ما باشید. بخش های مختلف داره، تلاوت آیات چند از کلام الله مبارک، بعدش از بانک خون مرکزی امام حسین رضی الله تعالی عنه همه سال لطف میکنن، قدم رنجه کردن اینجا و دوستایی که به خاطر قهرمانان ما خون اهدا میکنن خون میگیرن. و در لابلای برنامه حرف و حدیث داریم در ارتباط به روز عاشورا و شخصیت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه. تمنا میبرم تا ختم برنامه با بخشایی که در برنامه هست باشین، دنبال کنین. و یک نکته را هم یادآور میشم، دوستایی که تا ساعت 5 توانمندی رسیدن به شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید داره، ما انتظارشان هستیم و همکارا هستن. اگر خون به قهرمانای کشور اهدا میکنن، به زخمی ها و بر مجروحین، خون همین امروز گرفته میشه. البته نه به خاطر روز عاشورا، چون از منظر ما روز عاشورا هیچ ربطی با خون نداره، درست از ابا عبدالله الحسین در روز جان خود از دست داده، اما مهمترین ویژگی هایی که من خدمت شما عرض کردم در روز رخ داده. به هر حال اهدای خون امروز اینجا هست و ما منتظر دوستا هستیم. قاری صاحب ذبیح الله نظری، کسی که در برنامه اقری سال 1397 لقب ستاره قرآن به خود اختصاص داد، خیلی ها خوش آمد اینجا نبا قاری صاحب. خب آغاز برنامه ما را شما کنین، بفرمایین چند آیت مبارک تلاوت کنین بشنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة
سلامت. تشکر جناب قاری صاحب. خدا شما را سلامت داشته باشه. اظهار سپاس هست جناب قاری صاحب. سلامت باشین قاری صاحب. شما رفته میتونین. دوستای عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، دکتر صاحب از بانک خون مرکزی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه امروز به شبکی ما مهمان ما هستن و با ما آمدن، زحمت کشیدن. آقای دکتر ظهور الدین شهاب و آقای امین الله علی زاده کوتا در مورد پروسه خون گرفتن با اینا صحبت میکنیم، بعدش ان شاء الله حرف و حدیث با اساتید ما و جریان ادای خون. تشکر قاری صاحب، شما میتونین برین. خب آقای دکتر ظهور الدین شهاب، خیلی ها خوش آمدین، سلامت باشین. بفرمایید شما همکارا دکتر بشه مایک بگیرین شما. خوش آمدین دکتر صاحب، ساعت شما مایک کمی نزدیک بگیرین براتون. خب کوتا در مورد پروسه بگوین دکتر صاحب، یک معلومات کلی، چند سال سن داشته باشه که خون بتونه اهدا کنه و خون بده و شما خونش میگیرین، بعدش اگر شخصی مثلا زردی می داشته باشه یا شکر می داشته باشه یا کلسترول خونش بالا می باشه، از این شخص ها خون گرفته میشه نمیشه و معلوماتی که خودتون نیاز میدانین بفرمایید. یک شخص سالم اولا خودش صحتمند باشن و سن از 18 سال الی مایک نزدیک بیرین دکتر صاحب، بله، الی 60 سال سن داشته. از چند سال؟ از 18 سال. از 18 تا 60 سال. و وزنشون از 50 کیلو بالا باشه. خب وزنشون از 50 کیلو بالا باشه. و اشخاصی که شکر دارن در صورتی که دوا نگیرن میتونن خون اهدا کنن، در صورتی که دوا بگیرن نمیتونن خون اهدا کنن. بسیار خوب. یک مورد دیگه دکتر صاحب، چطور فهمیده شده که مثلا این شکر نداره و این کلسترولش بالاست؟ هیچ خونه میشه که شما چک کنین و یک لابراتوار شود؟ در صورت که شخص خودش ما یک تانه کمی نزدیک بینید، در صورت که شخص خودشان چک کرده باشن باز ما مراجعه کنن که من شکر دارم، باز ما میگه و ما فعلا دیده نمیتونیم و در داخل بانک خون ما همه معاینات تکمیل کرده باز از اونا خون میگیره. بسیار خوب. پروسه امروز شما کمی تشریح کنین، یک فرد یک میاد به خون دادن، چه کاری شما اینجا انجام میدین که تا خونش میگیریم؟ در قدم اول ما
اسمشون و راجستراشن که داریم راجستر میکنیم. بعضی سوالات فرم؟ بله. بله. بعضی سوالات است که از اونها پرسان میکنیم درباره اهدای خون که تا مدت 3 ماه را خون نداده باشن، اهدا نکنن. نکرده باشن و بعدن فشارشون دیده میشه و خریده برشون انداخته میشه. چند سی خون میگیرین شما از هرکس؟ ما تقریبا 250 سی خون. 250 سی امروز خون میگیرین. سلامت باشین. خب دوستا و علاقمندایی که توانمندی و خواهان علاقمند ادای خون هستند، در آغاز برنامه هم گفتیم تشریف بیارن به شبکه ما، آدرس ما سرک 5 گل لبشته دفتر رادیو تلویزیون خورشید و خون اهدا کنن. طبعا ممکن قطره خون امروز هموطن بسیار مفید و حیات ببخشه برای هموطنی ما. بدون شک ما حوادث بسیار تلخی را در روزهای اخیر سپری کردیم و هم نیروهای امنیتی و هموطنای ما در هر گوشه و کناری که هستن به خون نیاز دارن و مطمئنن که خون به طور مجانی قسمی که اعدام میشه و مجانی از طرف بانک خون مرکزی برای نیازمندا داده بشه. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما. خب دوستایی که انشاءالله در لابلای برنامه آمدن، باز دکتر صاحب خود میگیرن. دکتر صاحب علیزاده خیلی خوش آمدین، بفرمایید مایک نزدیکتان بگیرین. کوتاه خود خودتان معرفی کنین دکتر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. امین الله هستم، یکی از کارمندان بانک خون مرکزی و سلامت. خب از نیاز خون بگین دکتر صاحب، چقدر هموطنان ما به خون نیاز دارن؟ آیا بانک خون مرکزی خون ذخیره می داشته باشن یا حوادث تلخ و ناگواری که رخ می ده به اصطلاح دیگه اصلا خون ذخیره نمی باشه در یخچال های شما و هموطنان دچار مشکل میشن از این بابت؟ خیر، و ما همچنان خونی که در خون گیری میکنیم مدت این معاینات بعد از سپری معاینات همین خونی که ما نگهداری میکنیم از اول ماهی که تا 35 روز تاریخ میداشته باشن و در یخچال های خود نگهداری میکنیم و هیچ مشکل از نگاه خون به هموطنان عزیز ما نداریم. ما خون کافی در یخچال بانک خون خود داریم و حوادثی که در ولایت نگهار هم رخ داد و همچنان ما از همین طریق و از طریق بانک خون مرکزی بر آنها خون ارسال نمودیم. بسیار خوب، تشکر. دکتر صاحب گفتن 250 سی خون امروز شما از هر هموطنی که اینجا میان به خاطر اعدای خون میگیرین. بعدش یک نکته واضح شوه از دکتر صاحب، همین نکته را پرسیدم، اگه این فرد مثلا زردی داشته باشه یا کدام مشکل دیگه داشته باشه، بعدش شما چطور این اطلاع میتین که یعنی خون از هم به درد شما خطبا نمیخوره که خود از او هم خبر شوه و بفهمه که من یک مشکلی دارم؟ قسم که دکتر صاحب ظهور الدین گفتن که اول ما راجستر میکنیم، بعد ما معاینات فیزیکی را انجام میدیم و ما نمیفهمیم که این زردی داره یا نداره. بعد تست معاینات سیرولوژیک یعنی معاینات خون که میکنیم، 4 نوع تست را اجرا میکنیم که زردی سیاست که چای بیس هپاتیت بی معنی یاد میشه، زردی سفید اس سی بی یاد میشود و از سیفلیس که نام مرض جلدی است و اچ آی وی است. بعد این پروسه که ما این را انجام میدیم بالاخره ما میبینیم که شخصی که مصاب به هپاتیت بی یا سی یا اچ آی وی باشه، ما شماره تلفنش قبلا گرفته می باشیم. بعد ما برایشان با تماس میشیم از طریق هم دفتری که مسئول دفتر ماست، از طریق از با تماس میگیریم، شخص می خواهیم و دوباره ما معایناتشان هر جایی که با مثلا سی بی آر شوه همونجا باشان رایی میکنیم، مثلا میکنیم که سی بی آر کنند یا این زردی سه فعال است یا غیر فعال که دیگه هم وطنان ما محسوم شد. ما که این خونه که میگیریم ما میبینیم که زردی سیاه داره، ما در پشت پاکت نمیشن میکنیم به شکلی که مو علامه نمایان میشن و باز ما این انتقال میتیم به یک داشای مخصوص داریم که از طرف وزارت صحت عامه با از طریق وزارت صحت عامه که از شخص مسئول است او را میبرن او را میسوزانن. بسیار تشکر، سلامت باشین، خداوند شما را سلامت داشته باشه. یک سوال از آقای ظهور الدین میکنم به عنوان آخرین سوال و بعدش آقای سید حسن فاضل با خود دعوت میکنیم، با خود میداشته باشیم حرف و حدیث. سوالی هست آقای دکتر که بعضی ها به این باور است که اگر ما خون اهدا کنیم ممکن این به صحت ما مضر واقع شه، ما شاید ضعیف شیم، شاید با کار بار روزمره خود ادامه دادن نتونیم. چه پاسخ علمی دارین در ارتباط به این گونه ذهنیت و به این باورها؟ کمی مایک کن از این بیرین. یک شخص سالم که از حجره خونه که ساخته میشه در وجود 90 تا 120 روز در وجود زندگی داره، بعدا او از بین میره دیگه یک حجره خون تازه تولید میشه. چی اگر ما خون خود بتیم یا چی نتیم، او حجره از بین میره، در مقابل حجره تازه به وجود میاد. اگر خونم بتیم مدت 3 ماه ما نمیتونیم خون بتیم به خاطر که اونمو حجره به پختگی خود برسه، بعدا ما میتونیم خون. این حجره با خون چه ارتباط داره دکتر صاحب؟
همین خودش حجره سرخ خون است، خودش خون است. یعنی اهدای 250 سیخون مار از کار بار روزمره نمیمونه، هیچ مشکل به وجود پیش نمیاد. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. خب دوستایی که در لابلای برنامه از همکارا و دوستایی که آمدن بیان خون بتن و از آقای الحاج سید حسن فاضل خواهش میکنم با کمال احترام بیان تشریف بیارن با ما یک جای شون. آجی آقا خوش آمدید. خوش آمدید. قربان شما. سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید. حضور شما بخیر باشه. سلام. خیلی ها خوش آمدید. تشکر. بفرمایید. ادای احترام عرض سلام و خسته نباشید. اگر بر دوستان دارین کامرا در خدمت شما است. بعد ان شاء الله تر سوالات. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. تقديم إرادته سلام خدمته همه بینندگان عزیز تلفزيون خورشید و همچنان خدمت شماها و دستندرکاران برنامه خوب روزایتان هم خسته نباشید می. قربان شما. وجود شما با سلامت توفیقات همه عزیزان بیفزاید انشاءالله و از همه دوستان و عزیزان و مؤمنینی که این دهه محرم در جهت برگزاری این مناسبت مهم تلاش میکنند و با نظم و اخلاص هم تلاش میکنند هم باید خسته نباشید گفت و خداوند انشاءالله از همه قبول کنه. وجود شما با سلامت. خداوند شما را سلامت داشته باشه. آقای فاضل سالهای قبل هم شما را با خود می داشته بودی و از شما مختیم. خداوند شما را سلامت داشته باشه. اولین سوال ما یک تعریف می خواهیم داشته باشیم جناب آقای فاضل از حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه. آقای فاضل چه تعریفی دارند و حضرت امام حسین چگونه میشناسند و چی یک تعریفی برش دارند؟ بفرمایید. بله، شعر معروفی است از علامه بلخی رحمت الله علیه که یکی از همین شاگردان همین مکتب امام حسین علیه السلام است که شعر زیبایی است. میگن تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانش سرای و مکتب اولاد آدم است. از سوز عشق نسبت بدعت مده رقیب، اسرارها نهفته به سوز محرم است. ای مقدمه ای، ولی اصل تعریف را خود جد ابا عبدالله الحسین که رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات. در و یا تعریف دیگری هم باز بخوایم بشناسیم حسین را، حسین منی و انا من حسین. حسین از ما هست و ما از حسینم. و دیگه چه تعریفی بالاتر از تعریف خود جد حسین بدون پیامبر؟ ما همین کفایت میکنه. کشتی حسین احتمال میدیم اشاره به کشتی نوح باشه، کشتی نوحی که بشر اون مقداری که اذن خداوند در او تعلق گرفت وقتی طوفانی آمد همه او موجودات بد او زمان، بشر بدی که همه به گمراهی رفته بودن و به امر خداوند حضرت نوح علیه السلام کشتی ساخت و تعداد مشخصی را از جمله اهل بیت خودش نجات داد. احتمال میدیم ای امام حسین هم علیه السلام، کشتی حسین هم که اشاره شده اشاره به او کشتی حضرت نوح باشه. چگونه امین دکتر کمی توضیح بدید؟ یعنی که بشر به جایی میرسه که همه گمراه میشود و این بشر
در حد طغیان خواهد کرد که راه نجاتی نداره جز کشتی ابا عبدالله. خواه و ما و شما در زمان فعلی خود شاهد همین مسئله هستیم. هر آنچه آمدند و ادعا کردند دیدیم که هیچ شد و یک مکتب باقی ماند، مکتبی که واقعا نجات بخش است. و چه روشی داشتی مکتب آقای فاضل؟ احسنتم. روش ابا عبدالله علیه السلام معلوم است که ویژگی های خاص خودش داره. مکتب ابا عبدالله ما قیام بگیم، تعریف قیام کنیم، خوبتر و مشخصتر دقیقتر به بحث بپردازیم. قیام ابا عبدالله علیه السلام در طول تاریخ قیام های مختلفی را ما شاهد بودیم. مثلا قیام های مبارک و خوبی را ملت مسلمان افغانستان هم داشته. قیام هرات داشتیم، قیام هایی که در کابل، قیام چنداول، قیام هایی که در صفحات شمال ما و شما بوده. قیام هایی را که در طول تاریخ قیام های مختلفی رو ما شاهد بودیم. بله. در جهت اصلاح بوده، در جهت مبارزه بوده، در جهت براندازی یک نظام فاسدی بوده. ولی قیام سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام قیامی بوده که دارای ویژگی های خاص خودش بوده و دقیقا به همین دلیل این قیام ماندگار است. تا روز قیامت این قیام ماندگار است و این قیام در حقیقت دارای یک جوهره است که این جوهره که الان بعضی موارد را خدمتتان عرض میکنم، این جوهره نه تنها سر ماندگاری قیام خود حسین است که باعث بقای دین اسلام شد. بله. الاسلام و محمدی الحدوث صلی الله علیه و آله و سلم و حسینی البقا، یک جمله بسیار معروفی است، حالا یه حدیث شریفه یا جمله معروفی است از یکی از دانشمندان اسلامی، حالا خیلی نمیدانم، در ذهنم نیست، ولی اسلام به برکت وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حادث شد، به وجود آمد و استمراری اسلام به عکس ادیان دیگر، سر ماندگاری اسلام در قیام آقا عبدالله الحسین است. اگر این قیام چه درسی داره بر ما؟ مهمترین و نکته اولی که من یک نکته دیگه ای را بگم که بفرمان. خود پیامبر خودش پیشبینی از این مسئله بود بدون شک. بله، حدیث یک مدر آغاز خواندم آقای دکتر و موارد دیگه، به زودی دین اسلام مواجه با خطراتی خواهد شد. از جمله او خوابی را که پیامبر دید که بر منبر رسول خدا شادی و یا بوزینه های میمون های بر منبر پیامبر بالا خواهند رفت که این منبر توسط عده بوزینه صفت اشغال خواهد شد و او همو بنی امیه بوده، دودمان ابا سفیان. لذا بر همین اساس این خواب چنان آشفتگی را بر پیامبر پدید آورد که این در منابع شیعه و سنیست، من این چیزایی که عرض میکنم در منابع شیعه نیست، در منابع شیعه و سنیست. آشفتگی را بر پیامبر دست داد در حدی که بعد از ای خواب پیامبر دیگه خنده خیلی نمیکرد، خوشحال نبود پیامبر، تا آیه ای نازل شد و آیه ای نازل شد که تا حدودی پیامبر را از او حالت در آورد. حالا بماند، این مفصل است سؤال حضرت عالی و ادامه او بحث را ما از دست ندیم. ویژگی های قیام ابا عبدالله الحسین چیه؟ جناب آقای فاضل جسارت گستاخی نشه، اما موردی را که شما گفتین که حضرت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم خوابی میبینه که گویا به منبر بوزینه های وجود داره، ما اندک مطالعاتی که من دارم در منابع اهل سنت فکر میکنم چین مورد شاید جا نباشه باشه. بله، در مورد ما شاید در مجموع حالا ممکنه بعضی از دانشمندان و علمای ما شما قبول نکنند. آها. ولی خب میشه مراجعه کرد و او آیه ای که و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، بله، وما جعلنا الرؤيا احسنت وما جعلنا طيب الله انفاسكم، این در حقیقت اشاره طبق مفسرین شیعه و سنی اشاره به همین رؤیاست. حالا اگر شما عمیق‌تر بررسی کنند و دوستان
خوب است. علما و دانشمندان و مفسرین عزیز حالا هر کس مختار است. با شما برمیگردیم. یکی از هموطنان اومدن به خاطر هدای خون همکارا و دکتر سیبا شروع کنین بخیر ببین شما دوستا همکارای عزیز دوستایی که میان به خاطر هدای خون آزاد چون فرصت اندک هست بفرمایید این طرف بیاین و خون اهدا کنین مشکل نداره میتونین در برنامه باز به اصطلاح مراجعه کنین پیش دکتر سایبا و خون اهدا کنین چون فرصت اندک است خیلی خوش آمدین بفرمایید دوستایی که علاقمند اهدای خون هستن بیان به شبکه ما سرک 5 کلبشه دفتر تلویزیون خورشید مخصوصا در نزدیکی ها اگر سکونت دارین میتونین رسیده ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 5 بیاین خون شما ممکن فردی را حیات ببخشه خب بعد انشالله خواهد سر زدیم به برادر و ازش چند حرف و حدیث داشتیم سوالی را که قبلا مطرح کردم پاسخش از شما میخواییم آقای دکتر قیام حضرت امام حسین و درس هایی از قیام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه چی است؟ بله قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارای درس های خاص خودش هست و ویژگی هایی هم داره ما در باب درس تحت عنوان زیاد بحث شده بله ولی اگر بیایم بعضی ویژگی ها رو ما برشماریم این ویژگی ها خیلی ما و شما را بیشتر نزدیک میکنن بله بفرمایید یکی از ویژگی های قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام فراتر از نژاد و قبیله است این قیام قیامی است که در حقیقت ما و شما میتونیم این آیه را اشاره کنیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و نساؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم التی بله و اموال اقترفتموها آیه طولانی است بله. که احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین ای در حقیقت خیلی از قیام ها میبینی که یا رنگ عشیره‌ای داره یا رنگ قومی داره تعلقاتی از این دنیا درش هست یا منافع دنیایی است که ما و شما میبینیم خب جهاد ملت عزیز و مسلمان افغانستان جهاد با او عظمت که دنیا را تکان داد ولی آرام آرام آمد رنگهایی را به خود گرفت لذا جهاد از مسیر خودش خارج شد منحرف شد بله در حقیقت ولی خداوند میگه که ایج وقت ای چیزهایی که در ای آیه اشاره میشه نباید مانع او محبت شما به خداوند بشود مانع بشه سر رای شما و خدا حائل شوه در حالی که در این دنیا خب آفتهایی که در این دنیا میبینیم حتی همین قیام ها همین تعلقات دنیایی است خانواده فرزندان عشیره اموال تجارت و مساکن ترضونها و خیلی از قصرهایی که آباد میکنید مانع و حائل محبت به طرف خداوند میشه در حالی که خداوند او قیام را قیام خالصا لله ان تقوم لله میخواهد و قیام ابو عبدالله علیه السلام این ویژگی را داره تا آخر هم همین ویژگی را ادامه داشت ترکت الخلق طرا فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا خدایا من همه را بگذاشتم برای تو و همه را یتیم کردم برای تو فَإِنْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ اِرْبَى لَمَا مَالَ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ تیکتی که هم اگر شوم جای دیگه نمیرم کشیش و میل دیگه ای نخواهد بود که ما همو ابتلاعات امروزی ما و شماست این یک ویژگی بله خب در حالی که حالا این تکمیله ازیرم بگم در حالی که طرف امام حسین علیه السلام و اشاره‌ای که به او آیه کردم طرف ابو عبدالله علیه السلام کی بود یزید و یزیدیان زمان یزید و یزیدیان زمان که دقیقا اشاره به همیست بعد از خلفای راشدین رضی الله عنهم اجمعین اینا یعنی بعد از اینکه حکومت بر منصب یزید بر منصب خلافت میشینه در حقیقت او از مسیر اصلی خودش خارج شد و نقطه مقابل یزید دودمان پیامبر قرار گرفت بح. نوه پیامبر قرار گرفت و دقیقا اشاره آیه و رؤیای پیامبر در همین جا محقق میشه و یکی رسول خدا میفرمایه حسین منی و انا من حسین اشاره به این نکته است صرفا جنبه محبت آمیز و جنبه احساسی که نداره فرمایش پیامبر و خدایی نکرده که بگیم پیامبر امام حسین صرفا جنبه عاطفی مراد رسول خدا است خیلی ها اشتباه میگیرن
و سوال اینجاست آیا رسول خدا حسین از حسن بیشتر داشت؟ کی جملات را در حق حسین گفت؟ در حق حسن نگفت؟ اشاره قشنگی کردید شما پیشتر رو حدیث شریفه بله. هر دو سیدین شبابین اهل جنت است. بله. چطور آیا اشاره میکنه حسین منی و انا من حسین؟ این موضعی است که پیامبر میفرماید، یعنی منظوری را میرسانه، اینه به زودی حسین من مبتلا میشه در مقابل انسانهایی که او انسانها دین مرا و منبر مرا از مسیر خودش خارج ساخته است. لذا در اونجا اگر من رسول خدا هم باشم همان کاری را میکنم که حسینم در او زمان خواهد کرد. بله. یک پیشگویی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه قیام کرد و ایستاده شد. احسن. پس ما از این ایستاده شدن از چه درسی بگیریم؟ طیب الله. ما یکی از ویژگی دوم عرض کنم. بله. بله. او ویژگی اول را من بازم تمام نشد که وقتی دیگر حرکت ها و قیام ها ممکنه دیگه حکومت داری هایی طور بگیم همه ممکنه جنبه های دنیایی داشته باشه، تعلقات دنیایی. بله. لیت اشیاخی به بدر شهیدو، این دقیقا شعری است که یزید میخونه بر سر منبر که ای کاش پدران ما می بود، افتخار پدران خود میکنه، در حالی که آقا ابوالفضل العباس برادر امام حسین علیه السلام میگه والله این قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی، نمیگه عن اخی، قومی عمل نمیکنه، برادر امام حسین ابوالفضل العباس. و کل این دو تا حرکت را در مقابل هم، این دو تا دستگاه را، این دو تا فرض بفرمایید دو مجموعه را، مجموعه حسین و مجموعه یزید و یزیدیان در او زمان، اونا کاملا قومی و نژادی عمل میکرده، حسین ابن علی علیه السلام کاملا خدایی عمل میکرده، همه معیار خدا و محبت و رضایت خدا بودن. ویژگی دوم اصلاح است. اصلاح در کار ابی عبدالله، در قیام حسین ابن علی علیه السلام چه رقم اصلاحی؟ با چه ویژگی هایی؟ خود اصلاح از خود کلی گپ داره. ما اصلاح را اشتباه نکنیم، اصلاح در مقابل حرب نیست، اصلاح در مقابل مفاسد است، اصلاحگری در مقابل فساد است، فسادی که در او زمان در دین رسول خدا جاری و ساری شد، از بیت المال شلو تا کشت و کشتارها. در اونجا مثلا آقا ابی عبدالله الحسین بیای اصلاح میکنه، ولو به قیمت جنگی نابرابر، ولو به قیمت کشته شدن خودش و اسارت اولاد و زن و فرزند خودش. آقا ابی عبدالله علیه السلام یه جنگی میکنه ولی در درون از این جنگ اصلاح نهفته است، اصلاحی که راه دیگه ای نداره در مقابل مفاسد او زمان. این دومن. سومن ویژگی، سومین ویژگی قیام حسین ابن علی علیه السلام که میتونه درس باشه برای ما و شما، اتمام حجت حسین ابن علی علیه السلام است. اتمام حجت خیلی گپ مهم است، خیلی کارا شروع میشه، جنگی شروع میشه ولی اتمام حجت صورت نمیگیرد. اتمام حجت به چه معنا؟ حسین ابن علی علیه السلام در 300 فرسخی که از مدینه حرکت میکنه به طرف کربلا کلا کارش نصح است و نصیحت است و تذکر است و اختار است و دعوت به پیوستن به ابو عبدالله الحسین علیه السلام است و همه چیز خود در میدان میاره. حسین ابن علی طفل 6 ماهه خود در میدان میاره ابو عبدالله، این چه رقم دیگه؟ اتمام حجت است. طفل خودش روی دست، طفل 6 ماهه رو روی دست میگیره، میگه اگر با ما بدید به من رحم نمی کنید، لاغل به این طفل رضیع رحم کنید که تیر سشوابه را حرمله رها میکنه و دقیقا برگلوی طفل شیرخوار ابو عبدالله علیه السلام اصابت و ها کذا و ها کذا. با خانواده، با اهل و عیال، اهل و عیال حسین کیه؟ اهل و عیال حسین ابن علی علیه السلام اهل عیال پیامبر است، اهل بیت پیامبر است. ای سه. چهارمین ویژگی قیام حسین ابن علی علیه السلام اصلاح گریست، ولی توسط کی؟ توسط کسی که خودش مصلح است. ما یکی از آفتهای امروزی که میبینیم خیلی ها دعوای اصلاح را داره، آقا ما میخوایم صلح کنیم، اما خود تو اهلیت صلح داری؟ کسی که خودش اهلیت اصلاح را نداره، خودش اهل صلح نیست، خودش مصلح واقعی نیست، او چطور میتونه صلح بپا کنه؟
ویژگی ابا عبدالله و متفاوت بودن قیام حسین ابن علی علیه السلام با دیگر قیامات در همیست که خود ابا عبدالله مصلحگر اصلاحگره، اصلاحگر دین جدشه در فعل و قول و عمل. ای هم یک نکته و ما شاید مثال بر این مسئله. خب حکومت بنی امیه بعدش کدام حکومت آمد؟ بنی العباس آمد. بنی العباس با چه دعوایی آمد؟ با دعوای اصلاحگری آمد. ولی آیا خود اونا واقعا اصلاحگر بودن؟ نه خیر، خود اونا وقتی دستشان به حکومت رسید بیشتر ظلم کرد. قربان شما برمیگردم آجی آقا، با شما برمیگردم. دوستا به خاطر ادای خون آمدن، چند حرف و حدیث داشته باشیم با اینا، بعدش انشاءالله صحبت ها را با جناب استاد ادامه میتیم. شمشاد تیموری تهیه کننده رسم زندگی همکارا، بیاین شمشاد را در تصویر بگیرین. نام خدا. دکتر سیب، از شمشاد چند سی سی خون میگیرین؟ مایکه بگیرین شما. ما تقریبا 250 سی خون از این 3000 سی هم که بگیرین. چهار توانمندی چه داره دیگه؟ بله. شمشا جان خوش آمدی به برنامه. خب چه باعث شد که بیای به خون دادن؟ خود که پیش از برنامه گفتی باید خون بی تیمار رو گفتیم باش که گپت خالی نمونه. خب بسیار خوب. شمشاد تیموری تهیه کننده برنامه رسم زندگی هستن، ماشاءالله وزن خوب دارن. ما به مخاطرم شوخی کردم با دکتر صاحب اگه اینا 1000-2000 سی خون هم بدن انشاءالله شاید سر اینا تاثیر منفی نداشته باشه. خب انشاءالله تا فعلا ناراحت نیستی دیگه؟ تشکر، تشکر از حضورت. یکی از هموطنان دیگه ما هم آمدن. خب جوس اینجا هم هست، اگر روزه نداری میتونی که بعدش بعد از ختم خون دادن جوس هم بگیری. برادر خوش آمدین. خدا کوتاه معرفی کنیم. بفرمایید، فرمایید مایک بگی. اگر گرفته محمد شریف فلات محمد عبیب از ولسوالی سرخوجه. از چند از سر خوجه خبر شدی حرکت کردی طرف یاد امشار بودی؟ از دقیق رادیو شنیدی؟ خب بسیار خوب. چه باعث شد که بیایی به خاطر دادن خون و؟ رضای خدا. به خاطر رضای خدا. بسیار خوب، تشکر. سلامت باشی ان شاء الله. احساس نیک داری تا فعلا؟ خلاص فکر میکنم خون داد. تشکر، سلامت باشین. گرفتین خون از دکتر صاحب؟ خوش باشین دوست. تشکر از شما. شما هم اگر توانمندی و علاقمند باشین که خون اهدا کنین، بیاین به شبکه ما. برادر حتما شنونده برنامه ما از طریق رادیو بودن، در موتر خود آمدن و خون اهدا کردن. تشکر از حضورشان. خب جناب استاد، پس ما از قیام امام حسین، من میخوایم امو شالوده سوال خدا پاسخ بگیرم که ما از حرکت حضرت امام حسین، از قیام حضرت امام حسین و از اخلاق حضرت امام حسین چه درسی بگیریم در شرایط فعلی تا او به اسلام مصباحی شوه و ما را بتانه برسانه به سرزمین سلامتی و از این کشمکش هایی که فعلا در او ما در حقیقت دست پنجه نرم میکنیم بیرون شویم؟ ابو عبدالله الحسین سر تا سر قیام ایشان واقعا درس است، واقعا درس بدنش. است بقید. در صورتی که خود ما و شما در قدم اول یک وارستگی ایجاد کنیم، او کسی که میخواد درس بگیرد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تزکیه اولی که مقدمه گرفت است. شما ببینید بقید. او تخلیه، او تخلیه ای که مقدمه تحلیه هست. یعنی ما برای گرفتن یک چیز خوب در قدم اول خود باید پاک و منزه و وارسته کنیم. بله. برای آموختن از مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قدم اول تو او تعصب بذار کنار. بله بله بله. اگر انسان هوشیار است بدونش با بصیرت و البصیرت فی دینی، خدایا بصیرت را در دینم قرار بده. کورکورانه با تعصب با یک مسئله برخورد کردن، مطالعه درست نکردن خودش خیلی مشکل ساز است. این اولین حرف که ما و شما با بصیرت لازم و بدور از تعصب با یک وارستگی و پاکی و تزکیه وارد از این بحث بشیم. این اولا. دوما عمدترین مسئله ای که در قیام حسین ابن علی علیه السلام میبینی، آقا میبینید دنیاست. دنیا نقطه مقابل حسین ابن علی علیه السلام. هر آنچه انسان‌های دنیایی هستند از کاروان حسین ابن علی علیه السلام باز میمانند. هر آنچه دنیایی هستند. بله. مظاهر دنیا در خیلی چیزاست. مظاهر دنیا خیلی چیزاست. گاهان در حد غنیمت جمع کردن است.
این نکته خیلی شیرین است، جالب است، در ذهن ها میمانه، مستقر میشه. آقا حسین ابن علی علیه السلام وقتی مثل امروز نوبت رفتن به میدان خودش شد، آمد به خواهر گفت زینب کبرا سلام الله علیه، گفت به من یک پیراهن بسیار مندرس و کهنه را بده. کهنه را، پیراهن کهنه را گرفت، او را تیکه تیکه کرد یک رقمی که فقط پوشیده شود، ولی پاره پاره کرد. او را گرفت زیر لباسهای خود پوشید، باز یک زیر پیراهنی دیگر را گرفت، آبی رنگ نو را گرفت، روی از او کهنه پوشید. چرا؟ نکته عجیبی است، چون آقا ابو عبدالله پیش بینی میکرد که به زودی اینا وقتی ما زیر دست و پاها قرار میگیریم، حالا این زیره ما که جدا خواهد شد، ممکن لباس اصلی درآورده خواهد شد، بعضی ها میاین حتی برای گرفتن همین لباس و مبادا مرعو رو لخت کنند، بدنم لخت شوه. لذا چیکار کرد؟ گفت چیزی که در بدنم خواهد ماند همون لباس های مندرس و کهنه است. لباس نوره او زیر پیراهنی نوره روی زو پوشید و دقیقا همین کار شد. وقتی آمدن برای جمع آوری غنایم، همه را از هر آنچه از تن ابا عبدالله بود در آوردن، حتی انگشتر سبابه ابا عبدالله را قطع کردن. علیکم السلام. و انگشت ابا عبدالله علیه السلام را هم برای گرفتن انگشتر قطع کردن. گوشواره ها را از گوش دختران بی محابا و بدون هیچ ترحمی جدا میکردن. این دنیاست، این مظاهر دنیاست. اذا اردت دنیا فصبر على مخالطت الكلاب، یک حدیث شریف است، الدنیا جیفتون و آکلها کلاب و طالبها کلاب. اگر شما دنیا را میخوایی صبر کن بر همراهی با مخالطت، خلط شدن، همراهی با سگان. سلامت. اما آقای فاضل، بیشتر در عصر کنونی راه و روش حضرت امام حسین با آشیه گذاشته شده. در عصری که ما هستیم، ما میبینیم زمانی که مکتب امام حسین رضی الله تعالی مطالعه میشه و ما خود زمانی که میخواییم وفق بتیم با مکتب از او، کمتر سازگاری دیده میشه و ما بیشتر ناسازگار هستیم. یعنی اگر سنی هست، اگر شیعه هست، کمتر برای روش متوجه هستند. طور مثال در فرصتی که حضرت امام حسین رضی الله تعالی در برابر لشکر یزید قرار میگیره، وقت نماز عصر میباشه، تا به اصطلاح گوشه میشه و نماز ادا میکنن. ما امروز میبینیم که شاید به صدها نماز از ما قضا شما شاید کمتر توجهی داشته باشیم. یعنی به نکات اصلی کمتر امروز خدا به شما خیر بده مورد عطف قرار میگیره. ما تمامی مانع حب دنیا رأس کل خطیه. یک ما مشکل ما حب دنیاست، چون شما اشاره به وضعیت روز کردید، نه جامعه فعلی ما. چرا صلح در جامعه مسلمان ما و شما مستقر نمیشه؟ مگه همه مسلمان نیستیم؟ شیعه و سنی و تمامی طوایف، همه بهترین مسلمان های دنیا بودن، از این کره زمین یک همین مسلمان های افغانستان بودن. چرا امروز ما و شما به جان یک دیگر بدتر از یزید و یزیدیان زمان هست؟ دلیلش همین دو مسئله است، حب الدنیا رأس کل خطیه، دومش الجهل، من اعظم المصائب الجهل. دقت میفرمایید؟ من اعظم المصائب، من اعظم المصائب الجهل، جهل. ما دو مشکل داریم فراروی خودمون در جامعه فعلی خودمون. ما ابو عبدالله الحسین علیه السلام با این حرکت خودش آمد که اینها را یک جهل مرکبه بزدایه از امت پیامبر، بله، و البصیره فی دینی را در حقیقت در میدان عمل ثابت کنه. دو، این مظاهر دنیا رو بگه این دنیا خیلی خوار است، ارزشی واقعا تلاش و جهاد در برای این دنیا نمیرسه. خیلی از سردمداران ما و شما میبینیم که امروز جهاد فی سبیل الله نیست، جهاد فی سبیل دنیا هست. این مشکل جامعه امروزی ما و شماست. بله. و اون نکته ای که اشاره کردی جزاکم الله خیرا، خیلی نکته مهم است. بله، ما آنگونه که پیرو ابا عبدالله باید باشیم شیعه و سنی نیستیم. نیستیم، بله، خدا میداند نیستیم. ما همی الان می آمدیم، خب می آمدند با سر و صدا موترا و مردم آزاری. خب این را ابا عبدالله علیه السلام واقعا راضیست از این موتور سواری ها و از این سرصدا ها و رابندانی ها و با موتر و از این جوان های ما؟ فکر نمی کنم راضی باشه ابا عبدالله علیه السلام. بله.
من میامدم با ده و دشنام همراه بود. کسایی که سر راهشون بود ده و دشنام میدن. خب این فرهنگ حسین است که پس نیست؟ چطور میشه که ما فرهنگ حسین نادینه بسازیم؟ ما باید منتقد فاقد باشیم. منتقد عاقد درست نیست. مولوی صاحبای ما، دانشمندان ما، اساتید ما، روشنفکرای ما وقتی میان مکتب ابا عبدالله را اگر میخواین حرف و گفتاری داشته باشن در قدم اول واقعا منتقدی اگر انتقادی بر پیروانش داره انتقاد فاقدگونه باشه نه عاقدگونه. چون ما هدفمون اصلاح هست. بله بنده خودم دارم اشاره میکنم یک اشکال. اشکال دوم به طور مثال در خیلی از مجالس ما سر وقت نماز برپا نمیشه. بله در حالی که حسین ابن علی علیه السلام اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه اشهد انک اقمت الصلات و آتیت الزکات ما در زیارت نامه ابا عبدالله میخونیم حسین علیه السلام کشته شده نماز است. من چند تا ویژگی در این رابطه میخوایم بگم. خدا خیرتون بده. عجب گبر اشاره کردید. من داشت یادم میرفت اشهد انک قد اقمت الصلات یعنی چی؟ یعنی این که در میدان رزم هم ابا عبدالله غافل نمیشه از نماز. بله نماز را به جماعت برپا میکنه ورکعوا مع الراکعین را پیاده میکنه در عمل. در میدان رزم هم آقا ابی عبدالله واستعینوا بالصبر والصلاة میایه از نماز استعانت میجویه در میدان رزم. بله بله در میدان رزم است که آقا اقیم الصلات لدلوک شمس صلات را به وقت خودش به پا می‌دارد. آقا حسین ابن علی علیه السلام به وقت خودش دقیقا اذان مؤذن که شروع شد آقا ابی عبدالله علیه السلام سر نماز استاد و جماعتی هم با ایشان استاد. و اوصانی به صلات که در مورد حضرت مسیح علیه السلام هست ما دمت حیا در مورد آقا ابی عبدالله علیه السلام تا آخرین لحظه حیاتش. و اگر در مورد ما دمت حیاست حیات حسین علیه السلام تا آخرین لحظه حیات از نماز غافل نمی شود. به هر حال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون و و و الاخر. تشکر. آقا ابی عبدالله علیه السلام جنگ هم ایشان را غافل از نماز نمک. وجود شما با سلامت. تشکر آقای فاضل استفاده کردین. شما شما را سلامت داشته باشه. تشکر از اینکه دعوت سلامت برنامه آشورا پذیرفتید. وجود شما با سلامت. تشکر. ما با چند تن از همکارای ما شما دکتر آقای فاضل میت همکارا شما را بدرخم میکنن اگر خونه میتین ما مشکلی نداریم. آه بفرمایید دکتر سیوا هستن. خب ما یکی از همکارای ما آمدن عبدالجبار تخلصشون من میفهم. جبار جان چی تخلص میکنی؟ سلام علیکم برام خوانم متعال عبدالجبار امیری هستم. امیری تخلص میکنم. بسیار خوب تشکر. سال گذشته هم خون دادی و امسال هم خودت شمشاد جان در بین همکارا دیگه نام خلاص حتمند ما شما هستین از نظر وزن. خب احساس چی است و احساس خوبه دارم. خب برادر خدا بیشک به خاطر رضای خدا برای کسایی که نیازمند هستن خون خدا از شما هم 250 سی میگیرن یا بیشتر؟ برای چیزی که دکتر صاحب میفهم علیه چی بگه؟ خواه تا فیلن کدام گنگسی و کدام دناراتی هیچ مشکل نیست. سلامت باشه. تشکر. خب آقای فاضل هم خون اهدا میکنن. همکارا یک بسته تصویری در ارتباط به شخصیت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه آماده شده. از همکارای بخش نشرات خواهش میکنم که مو بسته تصویری را خب او باشه بعد از خبر. امی بسته تصویری را نشر میکنیم. معرفی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه هست و آقای فاضل هم لطف کردن خون اهدا میکنن. بعدش انشاءالله بعد از بسته تصویری معرفی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه اگر خبر ساعت 4 انشاءالله نشر میشه و بعد از باز هم در خدمت هستیم. تمنا میبرم با ما باشین و کسایی که علاقمند اهدای خون هستن بیان به شبکه از همکارا و از کسایی که توانمند هستن و نزدیک دفتر ما هستن آماده میتونن ما در خدمت. حضرت حسین رضی الله عنه. حسین فرزند علی و فرزند دختر رسول خداست که پس از برادر بزرگش حسن در ماه شعبان سال 4 هجری متولد شد که در روز هفتم ولادت
پیامبر صلی الله علیه و سلم او را حسین نام نهاد و دستور داد که گوسفندی را برای وی قربانی و سر مبارک حسین را بتراشند. وی در دوران کودکی رسول الله را درک نمود و در هنگام وفات پیامبر هنوز کودک بود. بله، چی شرافت برتر از این که پدر بزرگش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، مادر بزرگش خدیجه، پدرش علی و مادرش فاطمه، دختر رسول خدا و برادرش حسن باشد. از علی رضی الله عنه روایت است: هر کس دوست دارد که شبیه ترین فرد به رسول خدا را از گردن به پایین از لحاظ رنگ و اندام بنگرد، به حسین ابن علی بنگرد. پس از رسول الله، خلیفه بزرگوارش ابوبکر صدیق وی را گرامی می داشت و پس از او عمر ابن الخطاب و عثمان بن عفان نیز او و دیگر بزرگواران اهل بیت را بسیار بسیار گرامی می داشتند. وی در دوران خلافت پدر بزرگوارش علی ابن ابو طالب رضی الله عنه را همیشه همراهی می نمود و از او روایت نمود. همچنان در طاعت پدر بزرگوارش باقی ماند تا اینکه به دست نااهلان به شهادت رسید. پس از آن که برادر ایشان خلیفه پنجم مسلمین حسن فرزند علی رضی الله عنه به نفع معاویه از خلافت کنار گرفت، حسین رضی الله عنه با این اقدام ایشان موافق نبود، اما تسلیم خواسته برادرش شد و سکوت اختیار نمود. پس از وفات حسن، حسین فرزند علی رضی الله عنه در لشکری که معاویه رضی الله عنه برای محاصره قسطنطنیه پایتخت بیزانس فرستاد شرکت کرد و جنگید. اما پس از آن که معاویه برای خلافت پسرش یزید بیعت گرفت، حسین رضی الله عنه از بیعت یزید امتناع ورزید، زیرا از نظر وی افراد بسیار شایسته‌تر از یزید بودند. پس از آن از مدینه به سوی مکه خارج شد که در آن زمان بر روی زمین هیچ کس در فضل و منزلت با وی برابری نمی کرد. سرانجام حضرت امام حسین به تاریخ 10 محرم سال 61 هجری به عمر 57 سالگی به دست شمر ابن زلجوشن همراه با 72 تن از یارانش به شهادت رسیدند.